همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه شدن. جناب مهرابی، در پی اوج اختلافات سران سه قوه در دولت احمدی نژاد، همین فرد خامنه‌ای هیئتی رو تشکیل داد در سال 90 تحت عنوان هیئت عالی حل اختلاف بین سران سه قوه که بر احکام 5 ساله این حکم تمدید میشد. آخرین بار در سال 1400 این حکم بدون تمدید بود تا سال گذشته. من هم بین اخبار که جستجو میکردم خبر تمدید این حکم رو ندیدم. آیا این اختلافات ضمنی و تلویحی که بهش اشاره شده منجر خواهد شد به اقداماتی از این دست به زعم شما؟ این هیئت در واقع برای اون دست از اختلافاتی تشکیل شده بود که به تعبیری خیلی حاد میشد، به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد، و آقای رئیسی قاعدتا اون رفتار آقای احمدی نژاد رو نخواهد داشت. ولی از سوی دیگه درگیری ها در این میان به خصوص در آستانه انتخابات مجلس تشدید شده و نمایندگان مجلس تمایل دارند که تعدادی از وزرا رو استیضاح بکنن و از این جهت استیضاح وزیر سمت هم دیگه به صحن مجلس کشیده شده. اما نمایندگان در واقع قصد دارن که تعداد بیشتری از وزرا رو استیضاح بکنن و آقای رئیسی در حالی که یک سال و نیم عملاً از دولتش بیشتر نگذشته، خودش مجبور شده که 4 عضو کابینه رو برکنار بکنه. صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو میشه به حساب پیشگیری از ادامه تنش‌ها هم گذاشت، چون امسال انتخابات مجلس برگزار میشه و نمایندگان خودشون هم میدونن که وضعیت به لحاظ اقتصادی خیلی حاد هست و اونها برای جلب رأی حداقلی مردم هم که شده مجبورن که یک کارنامه‌ای در حوزه‌های انتخابیه به خصوص از لحاظ اقتصادی ارائه بدن. از این جهت اونها مجبورن که به لحاظ طبیعی تنش را افزایش بدن در ماه‌های آینده و این به نوعی شاید آقای خامنه‌ای خواسته با این صحبت‌ها جلوی تنش‌ها رو بگیره. از سوی دیگه دولت هم ممکنه که بخواد در انتخابات مجلس یک اعمال نفوذی بکنه و چهره‌های حامی خودش را به مجلس بفرسته، هرچند که خیلی چهره اختصاصی نداره. ولی در اون ماجرای سیسمونی گیت هم آقای طایب برادر داماد آقای رئیسی را به اعمال نقش متهم کرده بود. از این جهت به هر حال تنش ها چه در فضای عمومی و چه در پشت پرده وجود داره و احتمالاً در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. از این جهت به هر حال آقای خامنه‌ای از الان شاید چاره‌جویی کرده. بجز موضوع تنش‌ها در روابط دولت و به تعبیر روابط سه قوه، امسال قرار هست انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار بشه که آقای رئیسی هم به هر حال یکی از اعضای این مجلس هست و در اون مجلس هم رقابت‌ها یا درگیری‌های پشت پرده صورت می‌گیره که این فراتر از موضوع سران سه قوه است. از این جهت به هر حال آقای خامنه‌ای کلیتی رو بیان کرده تا بتونه فضای درگیری رو در ماه‌های آینده مدیریت بکنه. جناب مهرابی، اگر این خبر رو، این واکنش رو به نوعی ارتباط بدیم به اخبار مربوط به استیضاح وزرا، این درخواست خامنه‌ای به نوعی منجر میشه به یک سرپوش نهادن، یعنی در صورتی که وزرا استیضاح نشن و رئیسی هم تایید میکنه که ما در واقع در صلح به سر خواهیم برد، اساسا این عدم استیضاح منجر میشه به عدم پاسخگویی توسط وزرا و منجر میشه به تبع اون به عدم برجسته شدن و بیشتر شدن شکاف ها و در واقع از موسوع مدیریت های گسترده ای که در سیستم وجود داره. این رو چطور هماهنگ میکنید؟ آیا در واقع روابط حسنه بین سران سه قوه و نهادهای سه قوه ارجحیت داره نسبت به ریشه یابی مشکلات کشور؟ به هر حال اون صحبتی که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مطرح میکردن این بود که مثلا رد صلاحیت آقای لاریجانی با این هدف انجام شده که حاکمیت یک دست بشه و حدود 10 سال این فضا حاکم باشه و تنش و درگیری نباشه تا بتونن اونها وضعیت اقتصادی رو مدیریت بکنن. اما دولت آقای رئیسی حتی بر اساس استانداردهای خود اصولگرایان هم دولت بسیار ضعیفی بود و از دولت آقای احمدی نژاد هم در خیلی از حوزه‌ها ضعیف‌تر بود. الان اگر بنا باشه که مثلا مجلس یک استیضاح واقعی را انجام بده و به هر حال تعدادی از وزرا رو برکنار بکنه، قاعدتا باید حداقل نصف کابینه برکنار بشن که خب این وضعیت چندان اجرایی نخواهد بود حتی در دولت‌های گذشته. اما حتی استیضاح هم مشکلی از دولت آقای رئیسی رو حل نمی‌کنه، چون الان گزینه‌هایی که مثلا برای
سرپرستی وزارتخونه های انتخاب شدن که به هر حال وزراش برکنار شدن، به نوعی ضعیف‌تر از وزرای قبلی هستند. یعنی حتی اگر مجلس هم بیاد استیضاح بکنه، این به این معنا نیست که وزرای بعدی قوی‌تر خواهند بود و نیاز به یک تغییر ساختار اساسی وجود داره. ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه بودید.